Bismillahirrahmanirrahim. Ya ders 16 hame tecvid karar darim. De in ders ma mikhaim ke sure Fatiha ra tartilish ba surat khulas bayan kunim be khatir az ik shoma aksariyat ayat zira rozana mikhanin. Balad astin. Amma yagan mumkin yagan ishtibah dashte bashin. Ishtibah shoma ma mikhaim ke islah kunim. Sure Fatiha ra ke ma mikhanim ba rawayat حفظ میخوانیم و به قرائت امام عاصم کوفی شامل 7 آیات است. بسم الله الرحمن الرحیم شامل آیت اول سوره فاتحه در روایت حفظ است. و وقتی که ما از شما کسی میگه که سوره فاتحه را بخوان، شما دفعتاً از الحمدلله شروع نکنین، شما از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنین که ای شامل سوره فاتحه است. اگر پسان باز روایت های مختلف شما بلد شدین، باز میفهمین که فرقش در چی است، باز ایره بیان میکنیم. خب تا به حال خود شما الحمدلله 16 بار از در کلیپ های ما اگر شما متوجه شده باشین که من میگم بسم الله الرحمن الرحیم را مفخم میگم و بایس در حرف بارا در بسم الله ما به قسم انگلیسی کسره میتونم بی میگم، به انگلیسی مثل بی انگلیسی میگم، که متوجه باشین که با کسره بی میشه. اگه یادتان باشه با بی بو، با بی بو یا با بو بی، اونمو حرف بی رو من استفاده میکنم. اینجا از اون جدول ما بیرون نمیپرایم. میلا میگم، میلا به خاطر از اینکه ما مو می میشه. خب اگر ما بگیم که بسم الله، ب اچ حرکت نیست، می اچ حرکت نیست، یا بی است یا می است. خب از اون خاطر ما بسم الله که میگیم این حرکت نیست. در جدول که ما برای شما روان کرده بودم در او اینمی حرکت نیست، اینمی حرکت حرکت زبان دریست، ای زبان فارسی است که ما این حرکت نداریم. کوشش کنین که بیر کسره بخونین، میم کسره بخونین و نون رحمان هم کسره بخونین. خب امید است که فهمیده شده باشه. میریم سر آیت دوم، که آیت دوم ای آیت است که اکثریت ای را غلط میخونه. به چی غلط میخونه؟ که لام دمی حرف دمی لغت الحمد لام سکون است و میم سکون است. اینمی سکونه نه در لام در نظر میگیرن نه در میم، امی اردوی از یه حرکت میکنه از پیش. حرکتش ایست که وقتی که ما لام همطور بخوایم که خوشخانی کنیم، این لام که کش کنیم یه حرکت میگیره. این سکون است، باید حرکت نگیره. و میم سکون است، باید حرکت نگیره. در العالمین الف لام آمده، الف لام لام سکون است که باید دیام ای حرکت نگیره. سعی کنین ما براتون چی رقم پیش ازی که من بخونم ایره براتون یک میگم که به خاطر که خوب پرکتیس کنین. الحمدو ایره میره اینه متر پرکتیس کنین. الحمدو الحمدو سعی کنین ما متر امتر سکون سکون میگم که شما از پیشتان حرکت نگیره. الحمدو اگه رقمی بگوین الحمدو ای حرکت گرفت. خب ایتا بگوین الحمدو الحمدو لله الحمدو لله الحمدو لله رب العالمین الحمدو لله رب العالمین. حالا امیر خان باز پرکتستان شما بکنیم. بس نالی من یایت میخوانم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ما گفتم که نون در رحمن ما نون کسره میخوانم. الرحمن الرحیم و را ما مفخم میخوانم. آیت چهارمش ملک یوم الدین. میبینین که ما ملکی گفتم
لام کسره دادم، کف کسره دادم که میشه مالک یوم الدین. میم کسره داره که متوجه باشین که میم دمه نخوانین. خب آیت پنجم آیت است که ای اکثریت مردم ای را اشتباه در ای داره که تیز میخوانن. وقتی که تیز خواندن یای مشدده در نظر نمیگیرن و عین سکون در نظر نمیگیرن و سین سکون در نظر نمیگیرن. و بعضا ما شنیدیم که بعضی وقت اینمی دال دمه نعبدو ای از پیششان امی دوش کش میشه، مد میشه، که باز اشتباه پیدا میکنه. خب ما چی رقم باید بخونیم؟ ما باید بخونیم که ای رقم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به خاطر از اینکه ای یک مد، یا دیگه مد، ک حرکت، به این خاطر که ایره ما باید ایره به صورت دو مد بخونیم. دو مد اصلی امرای یک حرکت از حرف کاف است که ای پنج حرکت میشه و با این ترتیب ما باید یای مشدده در نظر بگیریم و عینه در نعبدو 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 دالشه تیز میگین، فتح دمیشه، یه طور کشاله دال نمیگین که باز مد جور میشه. آیت ششم، آیت ششم میریم میبینیم که الف ایره الف آمده یا به حساب ایره به نام امزت الوصل میگن، به قسم الف است، در سرکش یک چیزکی هست، یک قسم علامه که ساطوره است. خب ما اوش آله میمانیم، پس هم آله میبینیم که الف آمده و هیچ چی نداره، هیچ حرکت تش معلوم نیست، نه فتحه است، نه دمه است، نه کسره. خب ایره میمانیم، میگیم ایخو نامعلوم، بریم حرف دیگه رو ببینیم. حرف دیگه که هست حرف ها است، حرف ها اچ یام سکون یام برای ما تو معلومات نمیده که چی کنیم. حرف سیو میشه ببینین، حرف سیو میشه که ببینین که دال است، دال کسره داره، پس اینمی کسره کنترل میکنیم، این دو حرف پیشتر از ایره. خب ما دال کسره را دی انگلیسی تلفظ کرده بودیم، خب یک یادتان باشه. خب ما چی رقم ایره ناله که وقتی که ای کنترل که میکنه اینمی الف به کسره خوانده میشه و چون صاد ما تلفظ کرده بودیم که حرف صاد در فتحه سا بلند تلفظ میشه، در کسره سی تلفظ میشه، ما باید اینمی رقم سی بگوییم، خب نه ای که کدام مخرج از دل خود جور کنیم. و سر مستقیم سینم سکون است که سکونیش باید ادا کنیم. خب چی رقم تلفظ میکنیم؟ میگیم که اهدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینین که ما آیت هفتمه بم یک حرکت دم یک کش خواندمش، دم یک نفس خواندمش، به خاطر از اینکه ای کلش یک آیت در روایت حفص حساب میشه. و انعمت خواندم، سعی کنین انعمت نون سکون کردم، میم سکون کردم، ده علیهم یا را سکون کردم، میم سکون کردم، علیهم خواندم، علیهم نخواندم. خب که رقم اگه کنین این چی میگیره؟ حرکت میگیره. ده غیر المغضوبی صحیح؟ اینی غیر خواندم، غیر المغضوبی علیهم. ایره ما باز اگه متوجه باشین که ما داد امرای واو یک کمک کش کردم بخاطر که مد اصلی است. و در آخر ولدالین، ایره ما 5 الی 6 حرکت میتیم بخاطر از اینکه مد لازم است، باز ایره ما پسان میخوانیم که ای چرا مد لازم است و چرا ایخ کش میشه. و یک چیز را هم که ما براتون بگویم که ار شش آیت ما که هسته در از اول تا ششم یا به 4 حرکت کش میشه
در ختم میشه و آیت هفتم با 5 الی 6 جمع دو این به چند دیگه مطلب یعنی کمی دراستر میشه. ما نمیتونیم که ولا دالین بگیم بخزیم ولا دالین بس آمین بگیم. ما به هر رقمی که بخونیم به هر چقدر سرعتی که شما که مخارج میتونین که در نظر بگیرین و ادا کرده بتونین، اما در ولا دالین که آمدین مجبور هستین که مد لازمه شما ادا کنین. امید است که ای فهمیده باشین. در کلیپ بعدی ما سوره فاتحه را تلاوت میکنم و تلاوت یکی از قاری صاحبای مشهور هم میمانیم و یک و یک سعی میکنیم که تلاوت ما با تلاوت از او چقدر فرق داره یا ای که فرق نداره یا ای که ما سعی صدای شده نمیشنیم یا ای که ما اشتباه داریم مطلب و را باز ما تفاوتش بر شما میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.